با گرم ترین درودها بر شما همیهنان ارجمندم در همه جای جهان 20 دقیقه با برنامه شامگاهی خبری تحلیلی صفحه یک مروری همزمان خواهیم داشت بر آخرین خبرهای منتشره و یادداشت‌های تحلیلی در روزنامه های امروز تهران به روال معمول بیشین شبهای پیشین نخست مروری کوتاه خواهیم داشت بر سرفصل اهم مطالب و عناوین برگزیده امشب رویارویی کلامی و ادامه نزاع لفظی حسن روحانی و علی خامنه ای این بار بر سر واژه نفوذ با هشدار روحانی به سوء استفاده کنندگان این گونه کلمات کلی هواشی سالگرد مراسم آمریکا ستیزانه 13 آبان ماه با جولان گروه های راست افراتی و لایه های تون رو نزدیک به شبه نظامیان سپاه و بسیج تحت عنوان دانش آموزان قیور و گزارش های روزنامه های نزدیک به اردوگاه تحول خواهان و اصلاح طلبان از سردرگمی در اردوگاه احمدی نژادی ها با محبوس و زندانی بودن مردان کلیدی دولت وی و در ارسیه خبرهای منطقه‌ای و فرامنتقه‌ای خبرهایی از قوت گرفتن احتمال بمب شدن هواپیمای ساقط شده روسی در صحرای مصری بروز بحران میان روابط بحرین و ایران با کشف مقادیر متنابهی سلاح و مواد انفجاری در بحرین که از سوی جمهوری اسلامی ارسال شده بود و موج بیوقفه کشته شدن سرداران نظامی سپاه پاسداران در میادین نبرد سرزمین شام سوریه سرفصل اهم موضوعات و مطالب برگزیده امشب پنجشنبه چهاردهم آبان ماه ایرانی برابر با پنجم نوامبر 2015 میلادی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید با ما باشید همینه که در بخش نخست برنامه مروری کوتاه خواهیم داشت بر چند خبر کوتاه از ایران منطقه و جهان کشته شدن و جان باختن نظامیان نزدیک به علی خامنه ای در جنگ سوریه همچنان به عنوان خبر نخست بر صدر رسانه های جهانی و داخلی می نشیند. در تازه ترین گزارش ها چهار نظامی دیگر ایرانی در سوریه کشته شده اند و مراسم تشعی ستن از آنها نیز چهارشنبه سیزدهم آبان ماه در شهر کاشان برگزار گردید. به گزارش خبرگزاری داخلی میزان و بسته به قوه قضایی محسن فانوسی اصر روز سهشنبه در سوریه کشته شد طبق این گزارش ایشان از گروه مهندسی تیپ جلوسه ملایر بود خبرگزاری ایرنا نیز گزارش داد که مراسم تشعیر نصرالله محمدی اسحاق مرادی و قربان علی احمدی از کشته شدگان در سوریه در شهر کاشان در روز چهارشنبه 13 آبان ماه برگزار شده است خبرگزاری های دولتی ایران هیچ اشاره ای به واحد های نظامی این ستن یا زمان کشته شدنشون نیز نکردن و تنها از, آن از آنها به عنوان مدافع حرم یاد کردن همانگونه که در برنامه ی دیشب آن سوی خبر نیز آگاهی یافتید در حالی اتصاد این سه ایرانی در کاشان تشعیی شده که روز گذشته نیز خبر کشته شدن دو فرمانده سپاه در سوریه منتشر شده بود از اساد کشته شدگان ایرانی سری به صحرای سینا میزنیم و آخرین خبرها حول هواپیمای ساقط شده روسی که گفته شد این انفجار نیز کار گروه تروریستی داعش بوده است در این راستا ایالات متحده آمریکا و همینطور منابع امنیتی اروپایی دیروز چهارشنبه اعلام کردند شواهد به دست آمده نشان میدهد یک بمب کارگذاری شده توسط گروهی موسوم به حکومت اسلامی یا داعش احتمالا دلیل سقوط هواپیمای مسافربری روسیه در مصر است به گزارش رویترز گروه موسوم به حکومت اسلامی که اکنون کنترل بخش هایی از عراق و سوریه را در دست دارد و در حال مبارزه با ارتش مصر در صحرای سیناست روز چهارشنبه بار دیگر مسئولیت سقوط هواپیما را بر عهده گرفت بریتانیا نیز اعلام کرد که هواپیمای روسی احتمالا در اثر انفجار بمب سرنگون شده است اما هیچ ای به گروه مسئول بمبگذاری نکرد هواپیمای مسافربری روسی روز شنبه به فاصله کوتاهی پس از پرواز از شرم و شیخ مصر بر فراز صحرای سینا منهدم شد و تمام سرنشینان و خدمه آن کشته شدند از میادین نبرد سوریه و صحرای سینای مصر و رو هواپیمای روسی عبور می کنیم و بحرین سری می زنیم. که در تازه ترین گزارش های منتشره از سوی وزارت کشور این کشور همسایه مجددن ادوات و سلاح‌هایی برای خرابکاری کشف شده که از سوی سپاه قدس جمهوری اسلامی ایران گویی یا برای آشوب و ناامنی در این کشور امن منطقه برنامه ریزی شده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز در بیانیه ی وزارت کشور بحرین که خبرگزاری رسمی این کشور نیز آن را منتشر کرد آمده است که افراد این گروه قصد داشتند در روزهای آینده اقدامات تروریستی انجام دهند که با دستگیری اعضای آن برنامه آنها نیز خونسا شده است در بیانیه ی وزارت کشور بحرین به کشف مقادیر زیادی مواد منفجره و تعدادی سلاح اشاره شده که از منازل مسکونی دستگیر شدگان در یک روستا به دست آمده است در بخش دیگری از این بیانیه همچنین تصریح شده بود که بر اساس نتایج بازجویی از دستگیر شدگان آنها با افرادی در ایران در ارتباط بودند همچنین در بیانیه وزارت کشور بحرین آمده است که شماری از اعضای این گروه در مورد چگونگی استفاده از سلاح و مواد منفجره آموزش هایی در ایران دیدند. جنگ قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی که از سوی آیت الله علی خامنه ای برای تشکیل هلال شیعی با پشتیبانی شاخک های نظامی سپاه پی گرفته می شود که از آغاز این روزهای استقرار نظام فقهای های شیعه در ایران با اصل صدور انقلاب اسلامی به کل جهان کلید خورده بود. کماکان بیننده برنامه خبری تحلیلی صفحه یک از تلویزیون ایران فردا هستید با جستاری بر آخرین و مهمترین مطالب منتشره در روزنامه های امروز پنجشنبه چهاردهم آبان ماه ایرانی بازی نفوذ عنوانی بود که روزنامه نزدیک به دولت به نقل از حسن روحانی با لحنی خسته از این همه سوی استفاده نظامیان و لایه های تندروها از اظهارات پیاپه گزنده و زننده خامنه ای علیه سیاست خارجی تحول آفرین دولت ها منتشر کردند. در این میان روزنامه تحولخواه آفتاب یزد تنها با دو واژه بازی نفوذ سفارایی شد و در یک گزارش تحلیلی به بخش مهم سخنان روحانی حول سوءاستفاده کنندگان از واژه نفوذ بیگانگان که از سوی علی خامنی بیان شد پرداخت برق میزنیم با روزنامه دیگر و تحلیل و یادداشتی در خصوص همین موضوع همون گونه که اشاره کردیم دو ها و چند پهلویی سخن گفتن خامنهای فضا ایجاد کرده که روزنامه نزدیک به طیف تحول کماکان میکوشند رشته مهر نبرند و از متن سخنان آشکار ایشان تا حدودی ماهی مقصود خیش نیز سید کنند روزنامه ایران ارگان دولت در این راستا ستون اول دفتر خود رو به محمد رضا تابش نماینده اصلاح طلب مجلس و خواهرزاده سید محمد خاتمی اختصاص داد و در یادداشتی با عنوان خطرناک تر از نفوذ نوشت که نبایستی توصیه های رهبر ایران به مسئولان عالی رتبه یه کشور فتح بابی برای به وجود آمدن انشقاق در جامعه شود و به گسترش افتراع، تهمت و دروغ پراکنی در جامعه بیانجامد زیرا به زمه وی هر موضوع و موضعی که باعث اختلاف و انشقاق در جامعه و در میان مردم و مسئولان شود سم مهلکی است که از نفوذ بیگانگان نیز بدتر و خطرناکتر عمل می کند زیرا باز به زعم ایشان صد اصلی کشور در مقابل نفوذ چه از جنبه عملیات روانی و چه اقدامات فیزیکی خود مردم هستند اگر این اتحاد وحدت آهاد مردم از میان برود آنگاه بستر نفوذ و عملیات ایزایی دشمنان چه در بعد فیزیکی و چه در بعد روانی فراهم می شود که با هوشمندی خاص خود به نحوی در واقع بخشی از دوگانگی های موجود در فضای سیاست ایران را ناشی از چند پهلوی گویی ها و همینطور یک جانب گرایی ای دانست که به نفوذ تندروهای حاکم در ایران منجر شد و در واقع با تاکید بر نقش مردم به دیکتاتوری فردی هشدار میداد. مباحث اقتصادی و فراز و فرود در عرصه اقتصاد ایران نیز از جمله موضوعاتی بود که به طور روزانه البته در عمده روزنامه هر روز کشور باستاب دارد در این راستا روزنامه جهان صنعت با تیتری تن آمیز نوشت که دخل از خرج جلو زد کائنات نیز تیتری مشابه داشت روزنامه تعادل از دوگانگی در آمار اعلام شده از سوی دو نهاد در خصوص رشد اقتصاد در سال 93 و 94 پرداخته بود تعادل به نقل از مرکز پجوهش های مجلس رشد اقتصاد ایران در سال 94 را منفی 17 درصد اعلام کرد در سوی دیگر روزنامه ابرار اقتصادی به آمار تازه انتشار مرکز آمار ایران استناد کرد و خبر از افزایش 14 درصدی هزینه خانوارهای ایرانی داده بود ابرار اقتصادی با انتقاد از سیاستهای اقتصادی دولت روحانی متذکر شد که مدل رشد اقتصادی دولت برای کاهش فقر مشخص نیست ادامه می دهیم برنامه امشب رو که در واقع کاوشی است بر خانش های مطبوعات هر روز ایران در ایران فردا یاران محمود احمدی نژاد در بند از جمله گزارش هایی بود که برخی از روزنامه های امروز به آن پرداختند از جمله روزنامه ابتکار به عنوان در بند های احمدی نژادی به بررسی دلایل تعداد بالای مدیران بازداشتی دولت نهم نه و دهم ده در عهد احمدی نژاد پرداخت ابتکار به نقل از دو مقام مجلسی در خصوص بازداشت چهارده تن از مردان احمدی نژادی به خاطر فساد های سازمان یافته در دولت موسوم به پاکدست و مهرورز در تحلیلی نوشت محمود احمدی نژاد رئیس جمهور دولت گذشته کابینه و مدیرانش را خط قرمز میدانست و اجازه تحقیق درباره عملکرد و نقش آنها نیز در این مسائل را نمیداد. و از سوی دیگر وی و نزدیکانش حتی اخبار فسادشان را به عنوان شایعاتی در جهت تخریب عملکرد دولت موسوم به خدمتگزار مهرورز و پاکدست و ساخت و پرداخته دشمن می‌دانستند در این راستا غلام جعفرزاده عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس با اشاره به پرونده بابک زنجانی گفت که یک جنبه پوششی و حمایتی از بابک زنجانی از طرف مسئولان و دولت مردان قبلی انجام می شود و این حمایت با نفوذی است که این افراد دارند و این نفوذها ممکن است در تمامی دستگاه نیز همینک وجود داشته باشد ایشان در ادامه نقد خود به این جریان فاسد اظهار کرد که در واقع آنها احساس می کنند محکوم شدن بابک زنجانی محکوم شدن دولت قبل است و می توپ فساد را از دولت قبل به زمین دولت یازدهم یعنی دولت روحانی بگذارند نماینده مردم رشد در این گزارش تحلیلی روزنامه ابتکار اشاره کرد که تا این جای کار چهارده مسئول از دولت قبل در زندان هستند و این نشان می‌دهد دولت قبل از ترین دولت ها بوده و در آن نیز بحثی نیست در این راستا روزنامه روزان دیگر روزنامه نزدیک به جبهه اصلاح طلبان ایرانی در گزارش اصلی صفحه یک امروز خود با عنوان احمدی نژادی ها میپرسید که احمدی نژادی ها این روزها چه می کنند و به حرف و حدیث ها و همینطور بازداشت های مدیران تراز اول حلقه محمود احمدی نژاد که در واقع دولت مرد جنجالی نظام فقها بود که تمام قد مورد حمایت علی خامنه ای بوده پرداختند به این روزنامه در واقع اشاره ای داشت به یاران سردرگم محمود احمدی نژاد خبرها و نظرها رو از روزنامه های کشور پی میگیرم و اما خبری قریب به نقل از روزنامه قانون دروازه های مسجد سپه سالار نیز دزدیده شد گروه جامعه قانون نوشت که تصور دزدیده شدن دروازه های یک مسجد تصوری غیر ممکن است که سارقان در تهران آن را به اقدامی ممکن تبدیل کردند و روز گذشته دروازه های مسجد تاریخی و قدیمی سپه سالار تهران به سرقت رفت پس از آنکه به نوشته روزنامه قانون در سالهای اخیر دزدیده شدن مجسمه های برونزی در نقاط مختلف شهر باب شد و هرگز هم مشخص نشد که تکلیف این سرقت ها چه می شود این بار سارقان سراغ درهای یک مسجد تاریخی رفته و با دزدیدن آن اتفاقی به زعم قانون تأصف بار را رقم زدند البته این جریان که سالیان است ادامه دارد در این سرقت بخشی از دروازه تاریخی مسجد یا مدرسه سپه سالار که گویا همینک به نام مدرسه عالی شهید متحری خوانده می شود مورد دستبرد قرار گرفت دو لنگه شدنی در سرمی این بنا که به سرقت رفته با اشکال مشبک و پیچ برونزی ویژیت از این شده بودند تنها نمونه مشابه آن دروازه باغ ملی است که این دروازه هم در گذشته مورد سرقت قرار گرفته بود در تازه ترین خبرها به گفته مدیر حراست این مجموعه تاریخی سارق توسط نیروی انتظامی دستگیر شده است اما هنوز از وضعیت آثار سرقت شده اطلاعاتی در دست نیست این مقام اظهار امیدواری کرد که قبل از ذوب شدن آثار مشبک سرقت شده برونزها پیدا و کار مرمتی دروازه شروع شود ادامه می دهم ده ورق می در بخش های باقی مانده روزنامه ایران در ستون دیگه چه خبر شماره امروز از شکایت شورای عالی امنیت ملی از چند نماینده مجلس خبر داد که گویا به ماجره های برجام و افشاگری های بدون مجوز دست, دست زده بودند و دست بردار هم نبودند روزنامه ای امتیاز که عمدتا به دو مقوله اجتماعی و زیست محیطی و بهداشت عمومی توجه و تمرکز بیشتری دارد در شماره امروز به نقل از اشتری یکی از فرماندهین ارشد نظامی نیروی انتظامی ایران از برخورد پلیس با بدپوششی در زمستان خبر داد امری بسیار نادر که چگونه پوشیده شدن شهروندان در زمستان که برای ایمین ماندن از سرما در واقع میزان پوشش نیز بالاتر می رود از سوی نظام و نظامیان تحمل نمی شود چرا که در تابستان کم پوشی و یا لباس های آزاد و روشن قابل تصور است اما این گزینه امری شگفتاور تلقی گردد از منظر این جانب کارشناسان حوزه اجتماع و سایر رسانه دارن و اما چپاول منابع طبیعی در استانهای شمالی موضوعی بود که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک ایران سریحا از آن پرده برداشت این مقام مسئول که با نام احمد توی معاون قوه قضایی هم خوانده شده و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک ایران است گفت که یکی از مسائل مهم استانهای شمالی کشور موضوع چپاول منابع طبیعی این استان است گویا همچنان وقت هست برای بازخانی یک مطلبی برگزیده دیگر و رقم میزنیم و مرور می کنیم بین سطور روزنامه های امروز را که علا رقم انتشار در فضای سانسور و سرکوب همواره آکنده از نکات نو و مطالبی مهم است که از سوی روزنامه آزاده ایرانی منتشر می شود. در این راستا روزنامه شرق در موضوعی متفاوت در شماره امروز خود با انتشار گزارشی از پرویز ثابتی در صفحه نخست به تقارن ماه آبان و خروج این مقام بلند پایه امنیتی اشاراتی کرد و در یک گزارش متول توصیفی از کامیابی ها و ناکامی های این مرد امنیتی عهد پهلوی نوشت روزنامه شرق آبان ماه را ماه گریختن مقام امنیتی ابرو کمانی در سی و هفت سال پیش خواند. بنابر گزارش روزنامه شرق مقام امنیتی عنوانی بود که احتمالاً خودش یا با همفکری همکارانش در سازمان اطلاعات و امنیت کشور انتخاب کرده بود اصطلاح ابرو کمانی را ولی به زن شرقی ها چریک ها رویش گذاشته بودند روزنامه شرق در بخشی از این گزارش به نخستین حضور ثابتی در تلویزیون ملی اشاره کرد و همینطور پذیرش نقش سخنگویی یا به تعبیر شرق ویترینی سازمان از سوی پرویز ثابتی از منظر روزنامه میانه روی شرق این حضور در دورانی که تلویزیون دو کانالی بود و تازه چند ساعت برنامه نداشت هم نادر و هم عجیب بود و هم مقام امنیتی را توی چشم می آورد ما صاحبه های مطبوعاتی نیز ترتیب میداد. شرق در پایان این گزارش از عاقبت و آخرت این مقام امنیتی زمان پادشاهی پهلوی در ایران چنین نوشت که از ثابتی سالها خبری در دست نبود برخی میگفتند که به اسرائیل رفته و با موساد همکاری می کند و بعد هم به آمریکا رفته است آنجا نام کوچک خود را به پیتر تغییر داده و وارد کار ساختمان سازی شده و چندین شرکت دارد سال 84 روزنامه خراسان نوشت او اخیرا راهی آمریکا شده و گفته می شود که مسئولیت تجدید سازمان تشکیلات ساواک در افغانستان را بر عهده گرفته و در صدد توسعه آن در عراق است همان گونه که میدانید پرویز ثابتی پدر پردیس ثابتی زیست شناس و سومین زن در تاریخ است که با معدل 100 و مدارج کامل از مدرسه پزشکی دانشگاه هاروارد آمریکا فارغ تحصیل شده است او به عنوان یکی از صد چهره نابغه جهان از سوی گروه بین المللی Creator Scientics معرفی شده است و با این گزارش از روزنامه شرق وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد ضمن دعوت از شما بینندگان عزیز به تماشای ادامه برنامه ها از جمله آن سوی خبر اینجانب از محضر شما خدا حافظی میکنم تا شامگاهی دیگر بامداد با روشن بدرود